سلام امید، مرسی که اومدی به برنامه دیدبان. ما دیدیم که تو هفته‌های گذشته خیلی به مهمان‌هایی که دعوت میشه توی به خصوص اتاق خبر انتقاد میشه. بخش عمده اینه که ما چرا اصلاح طلبا رو بهشون بیشتر تریبون میدیم. در توییتر دیدبان یه چند تا رو من انتخاب کردم و برات میخونم. مثلا علی گفته که جواب این سوال مشخصه، تمام مهمانان و کارشناسان شبکه جزء اصلاح طلبان و تکراری هستن. خوابگرد دو گفته غریبا بر کسی پوشیده نیست که میزان حضور اصلاح طلبان و طرفداران حفظ موجود و حفظ وضع موجود از کسانی که به صراحت خواستان براندازی هستند بیشتره. ماندانا نوشته که مهمانان و کارشناسی که دعوت میکنید نباید سخنگویان پیدا و پنهان رژیم جمهوری اسلامی باشند. اونا به اندازه کافی تریبون دارن. آیا ما واقعا بیشتر اصلاح طلبا رو دعوت میکنیم در برنامه هامون؟ اولا دو سه تا نکته من باید بگم. یکیش اینه که هدف ما در بی بی سی این هست که تا حد ممکن تصویر کامل تری از آنچه که داره اتفاق میفته بدیم، و برای این کار روشمون اینه که به همه اطراف یک ماجرایی فرصت اینو بدیم که بیان راجعش حرف بزنن، نظرشون رو بگن، استدلال کنن و در این حال مواجه بشن با نظرات مخالف، با انتقاداتی که در مورد کاراشون هست و در مورد حرفاشون هست و در مورد تناقض‌هایی که در استدلال‌هاشون هست، برای اینکه روشن‌تر بشه فضا. در مورد اصلاح طلب به طور مشخص، اصلاح طلب اولا چه کسانی از اونها خوششون بیاد چه نه، یا چه موافق باشن با کاراشون چه نه، بخشی از حکومت ایران هستند. در مجلس ایران نمایندگانی دارن، بعضی از نمایندگان نزدیک هستند به اصلاح طلب، دولت تا حدود زیادی چهره‌های اصلی دولت به اصلاح طلبان نزدیک هستند، بنابراین دارای وزن هستند و تصمیماتشون و آنچه که میگن اثر مستقیم میذاره رو زندگی کسانی که در ایران زندگی میکنن که بخش عمده ای از مخاطبان ما هستند. بنابراین طبیعتاً ما باید به اونها فرصت بدیم و فضا بدیم که بیان و از این نظراتشون دفاع کنن. علاوه بر اون در این روزهای اخیر یک فضای خبری هم طوری بوده که بعد از پیامی که آقای خاتمی داد و بعد از صحبتی که دیروز آقای کروبی کرده بود، به هر حال موضوعات خبری هم طلب میکرد که از اصلاح طلبها دعوت بکنیم بیان از نظرشون دفاع کنن. بعدی مثلا یاشار رحمانی گفته که مهمان ها اکثرا یه طرفه هستن، نتیجه هم یکی هستش، اگه میشد از دولت ایران مهمون بیارین، که البته که بحثا جدی تر بشه. خودش هم گفته که خب این اتفاق نمیشه بیفته. بعد یکی هم گفته که سپ اگه شما نکنم ما اصولگرا دوست داریم، از اونا بیارین، چرا یه دونه آخون نیست، که حالا نمیدونم این خیلی طنزه یا واقعیه. و آی آر ام گفته که خواهشان سعی کنید از کارشناسانی که در ایران هستن دعوت نکنین، چون تحت فشارن، میترسن و صحبت نمیکنن. اولا ما که با کمال میل آمادگی داشتیم که اگر کسانی از حکومت ایران با ما صحبت میکردن، این پرسش هایی که دائم مطرح هست، ابهاماتی که در مورد عملکرد حکومت ایران مطرح هست رو با مستقیم با اونا در میون بذاریم. اگر میتونستیم در مورد صحت و سقم نظرات و حرف هایی که به بعضی از اونها نسبت داده میشه مستقیم با اونا تماس بگیریم و امید داشتیم که با ما پاسخ بدن، کار ما خیلی راحت‌تر میشد و حتما به نفع تماشاگرای ما هم بود و مخاطبان ما هم ازش استفاده میکردن. ببینید، داشتن تریبون یکی از چیزایی که خوندین این بود که اینا خودشون تریبون به اندازه کافی دارن و حرفشون رو میزنن. اون یک بخشی از ماجراست. وقتی شما در یک دیبیت یا در یک گفتگو شرکت میکنین، با سوالهای مواجه میشین که وقتی خودتون یه تریبونی دارین اون سوالها اساسا مطرح نمیشه. اشکالی که در رسانه‌های داخلی ایران هست این هست که بسیاری از این پرسش‌ها اساساً مطرح نمیشه، و ما اگر این امکان رو داشتیم با کمال میل آمادگی داشتیم که اون پرسش‌هایی که در داخل ایران فضا اجازه مطرح شدنشون نمیده با عالی‌ترین مقامات ایران در میون بذاریم، ولی متأسفانه معمولاً با ما حرف نمیزنن. در مورد سوالای دیگه‌ای که مطرح کرده بودن هم ببینید، ماجرا اینه که ما فقط از یک سو تحت انتقاد نیستیم. فقط کسانی که مخالف اصلاح طلبا هستن به ما انتقاد نمی کنن که شما از اصلاح طلبا زیاد دعوت می کنید و استفاده می کنید. از طرف دیگه هم با تحت انتقادیم که چرا از براندازها زیاد دعوت می کنیم، یا چرا از این گروه زیاد دعوت می کنیم، یا چرا از اون گروه زیاد دعوت می کنیم، و همین به نظر من یه مقداری روشن می کنه که چه بسا بخشی از این انتقادها ممکنه حتی
کسان اکتیویست ها و فعالان سیاسی باشن که عمدن و آگاهانه میخوان رسانه ها رو تحت فشار بذارن و اینکه بیشتر به سمت نظرات مورد نظر اونها میل پیدا کنن، و بخشی هم کسانی هستن، مخاطبان عادی هستن که آزرده میشن از شنیدن نظرات کسانی که مخالف اونها فکر میکنن، ولی ما تصورمون اینه در بی بی سی که این آزردگی رو بهتره که همه ما تحمل بکنیم و بشنویم نظر مخالف رو و تصویر روشنتری از آنچه که داره اتفاق میفته پیدا کنیم. مورد بعد در مورد خود در واقع مهمان هایی بود که ما آوردیم، در مورد وزن این مهمان ها. یه نفر با اکانت جوان ساده دل روستایی پرسیده که به نظرم مهمترین قسمت داستان همون وزن مهمانه، با استدلال استفاده از دیدگاه های مختلف با هر کسی از هر جای صحبت نکنید، مهمان حتما باید تئوریسین باشه، جایگاه داشته باشه. جینو تونیک گفته که هر کسی که فارسی بلده و یا یکی یا دو تا توییت میکنه که کارشناس نمیشه، و خیلی از کارشناسات معلوم نیست چه سابقه ای دارن. یه نفر دیگه هم گفته که بعضی افراد برای 10 موضوع کاملا بی ربط به عنوان کارشناس معرفی میشن. مگه ممکنه که کسی اینقدر تخصصهای مختلف داشته باشه؟ این مورد آخر رو البته من نمیدونم اشارهشون به کیه، 10 مورد خیلی بعیده، ولی بله بعضی از کارشناس ها ممکنه که کارشناسان سیاسی و اقتصادی باشن و ما در حوزه‌های سیاست و اقتصاد باشون صحبت کنیم، یا بعضی از کارشناس ها فعالیت فرهنگی میکنن، فعالیت سیاسی هم میکنن، در هر دو حوزه باشون صحبت میکنیم. ببینید، من یه نکته رو میخوام اینجا بگم و اون به نظرم مهمه که وقتی ما میگیم که هدف بی بی سی فارسی اینه که از صداهای مختلف به اندازه وزنی که دارن و به اندازه نقشی که در واقعیت موجود در روی زمین دارن تریبون بدیم و اونا رو پرسش کنیم ازشون در این حال که بهشون فرصت صحبت کردن میدیم، ابداً معنیش این نیست که ما ادعا میکنیم که این کار رو به طور کامل و بدون هیچ نقصی و بدون هیچ اشتباهی انجام میدیم. حتما اشتباه هم میکنیم، به خصوص وقتی که فضا ملتهب، سرعت تحولات زیاده، شتاب تحولات زیاده، تعداد مهمانهایی که در یک روز ما دعوت میکنیم زیاد میشه، توازن بین اینها برقرار کردن دشوارتره. در برنامه لایو احتمال اینکه کسی یه چیزی بگه و مثلا مجری در اون لحظه توی گوشش دارن حرف میزنن، متوجه حرف اون نشه، نتونه به موقع سوال مناسبی رو مطرح بکنه، به وجود داره کاملا. بنابراین اولا ما اصلا ادعا نمی کنیم که بی نقص داریم این برنامه‌ای که توضیح دادم رو داریم اجرا میکنیم. ما تلاشمون اینه که تا حد ممکن بتونیم از مهمان‌های متعدد، از کارشناسان متعدد استفاده کنیم. دنبال کارشناسان جدید می‌گردیم. تعدادی از این کارشناس‌های جدید آدمایی هستند که ما برای اولین بار یا برای اولین بارها باشون صحبت می‌کنیم. ممکنه قبلا آزمون پس ندادن، کیفیت خوبی نداشته باشن، ممکن نظرشون نتونن خوب بیان کنن. ما یکی دو بار معمولا فرصت میدیم به مهمان‌های جدیدمون که کم کم جا بیفته، عادت کنن به فضا، و بعد اگه ببینیم که نه فایده نداره، به درد مصاحبه کردن نمیخورن، خب دیگه ازشون دعوت نمیکنیم. اون چیزی که میخوام بگم در پایان صحبتام اینه که ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که مشکلاتی که داریم و خیلی از این مشکلاتی که شما اشاره کردین مخاطبان مطرح کرده بودن، ما هم قبول داریم که این مشکلات هست و به طور اکتیو و به طور فعال داریم سعی میکنیم که اینها رو برطرف کنیم، تعداد مهمانان زن رو بیشتر کنیم، تعداد مهمانان رو از گرایش‌های سیاسی مختلف رو بیشتر بکنیم، و به این تلاشمون ادامه خواهیم داد. ممنونم از همکارم امید پارسانجاد، سردبیر اتاق خبر بی بی سی فارسی.